سلام یوتیوب، امروز قصد دارم بهتون نشون بدم که چطور میتونید تصویرها و فوتیج هایی که با گوشی موبایلتون میگیرید رو لرزشش رو کمتر بکنید و حرفه‌ای تر به نظر برسه، البته به کمک افکت های پریمیر پرو. بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که وقتی از طریق گوشی موبایل تصویر برداری میکنید، لرزش دستتون توی تصویر کاملا مشهوده. خب دو تا موضوع وجود داره. ضعف موبایل اینه که به خاطر اون بادی فرمی که موبایل داره خیلی توی دست نمیشینه، مثل دوربین های عکاسی حرفه‌ای یا دوربین های فیلم برداری حرفه‌ای یا حتی نیمه حرفه‌ای نیستش که در واقع بادی دوربین توی دست میشینه و در واقع آدم کنترل سریعتر و راحتتری روی دوربین داره. ولی به خاطر اینکه موبایل شما معمولاً باریک هستش و نحوه دست گرفتن موبایل هنگام فیلمبرداری طوریه که در واقع یه جورایی موبایل شما فلیپ میشه، سرش بالا و پایین میشه و لرزش دست رو بیشتر نشون میده، شما مجبور میشید یا از استابلایزر استفاده بکنید، یه سری گیمبال هایی که خب به واسطه یک موتور که دارن وقتی شما دستشون رو تکون میدید به واسطه اون موتور در واقع سر دوربین شما رو تراز نگه میدارن. برندهای مختلف هم توی بازار هستش، هم برند گوپرو این رو داره، هم زیون، این فکر میکنم درست گفتم زیون این رو داره، هم در واقع دی جی آی. این برندهای معروفی هستن تو بازار که شما میتونید از طریق اونها در واقع یه سری گیمبال تهیه بکنید و تصویر خودتون رو استابلایز کنید. خب حرفه‌ای ترین هاش، ارزون ترین قیمتش یه چیزی بوده 1800-2 تومنه. به خاطر همین شاید واسه هر کسی نصرفه که بره اونا رو خرید بکنه و استفاده بکنه، معمولا واسه کسایی بیشتر استفاده میشه که روزانه دارن فوتیج میگیرن و روزانه دارن تصویر برداری میکنن. به خاطر همین گفتم یه راهکار ساده تر ولی سریع تر پیشنهاد بدم و بهتون آموزش بدم که چطوری میتونید این کار رو انجام بدید. تا آخر این ویدیو با من باشید و مطمئن باشید که اگر نگاه نکنید در دستتون میپره. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید. از تقریبا این ویدیو به بعد تلاش میکنم که در مورد فیلم و فیلم برداری و تصویر برداری یه سری نکات رو بهتون یاد بدم، کنار نکاتی که در واقع فکر میکنم به دردتون میخوره. مرسی، چنل من رو سابسکرایب بکنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فراموش نکنید. خب دوستان، تصویری که دیدید در واقع یک زوم آوت بود روی یک شمع که در واقع وقتی به اون فوتیج یا اون تصویر برداری نگاه میکنید اینطور به نظر میرسه که فیلم بردار داره از روی یک شمع که در واقع یک آبجکت هستش زوم آوت میکنه، یعنی زومش رو کم میکنه. اما در واقعیت این یه افکت پریمیر پرو هستش که مواقعی استفاده میشه که شما دوربین رو روی دست میگیرید و لرزش تصویر دارید و مخصوصا موقعی که شما موبایل توی دستتون اگر بخواید زوم تصویر رو کم و زیاد بکنید قطعا دچار لرزش دست میشید و به خاطر همین مجبورید از یک سری تریک ها استفاده بکنید که ویدیو خودتون رو سینماتیک تر بکنید. حالا اون افکت رو اینجا روی پریمیر پرو بهتون نشون میدم که به چه صورت هستش. یک بار دیگه اون ویدیو رو ببینیم. من اینجا این سیکونس رو رام بکنم. خب همونطوری که میبینید زوم از روی شمع کم میشه و انگار که در واقع حالا یا دوربین داره عقب میره یا زوم خودش رو داره کم میکنه. الان من دارم از کارت گرافیک اینتل اچ‌دی استفاده میکنم چون لپتاپم رو از برق کشیدم. من یه بار دیگه پلیش میکنم، حالا این دفعه کاملا اسموت‌تره. خیلی به این افکت رنگی که روی تصویر میاد دقت نکنید، این افکت رنگیه که حالا یه جورایی در واقع کالر کردن ویدیو گفته میشه که این رو در واقع تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم که چجوری میتونید ویدیوهاتون رو کالر بکنید و باز از نظر رنگ هم یه خورده سینمایی تر بشه، یعنی یه خورده تلطیف رنگ در واقع توی ویدیوتون داشته باشه. اما گذشته از اون، همونطور که الان این
سیکونس رو من در واقع دارم پلی میکنم. میبینید کاملا اسموت و بدون هیچ لرزشی داره زوم اوت میکنه. حالا اینکه چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم الان توی پریمیر پرو بهتون نشون میدم. من همین سیکونس رو یه کپی ازش میگیرم میارم میذارمش اینجا. یک بار پلیش بکنم، همونطوری که میبینید افکت کاملا روش هستش. روش رایت کلیک میکنم، ریموو اتریبیوت میکنم. با این کار شما تمام افکت هایی که روی یک سیکونس اعمال کردید رو پاک میکنید. میام ابتدای فریم، یعنی ابتدای ترین فریم. خب این فیلم رو من پلی میکنم، همونطوری که دارید میبینید هیچ زومی روی ویدیوی اصلی وجود نداره. در واقع دوربین توی دست ثابت نگه داشته شده، برای چند ثانیه فقط فیلم برداری کرده. اما توی فیلم برداری چون بعداً میخواسته این فوتیج رو ببره توی پریمیر پرو و روش سری افکت پیاده بکنه، یک سری نکات ریز رو در انگام فیلم برداری رعایت کرده. نکته اول، اسکیل ویدیو رو 4K در واقع ریکورد کرده. البته اینکه میگم کرده، در واقع خودم این کار رو انجام دادم. من یک بار اسکیل این ویدیو رو بیارم رو 50، همونطوری که میبینید تصویر سایز در واقع سیکونسی که من براش در نظر گرفتم شد. چرا؟ به خاطر اینکه من تصویر رو 4K ریکورد کردم ولی سیکونسی که توی پریمیر پرو واسش در نظر گرفتم 10:8 داده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قالب یک 4K توی سیکونس 1080 میفته، یک جورایی تصویر جلو دیده میشه. به خاطر همین وقتی شما بخواید روش اعمال افکت بکنید، تصویر شما حواشی خالی داشته باشه که از سیکونس کوچیک‌تر دیده نشه. الان این رو در هنگام اعمال افکت بهتون نشون میدم. خب میام ابتدای ویدیو، اسکیل تصویرم رو 100% میکنم، یعنی 100% سیکونس و 100% سیکونس من 1920x1080. کاری که انجام میدم اینجا توی اسکیل یه دونه کی فریم بهش اضافه میکنم، این سیکونس رو پلی میکنم تا جایی که میخوام در واقع زوم ادامه داشته باشه، حالا چه زوم این باشه چه زوم آوت باشه. میرم تا انتهای ویدیو، اینجا میام اسکیلم رو تا حتی 50% کم میکنم. خوب دقت کنید، وقتی اسکیلم از 50% کمتر میکنم، ویدیوم از اسکیل در واقع سیکونسم کمتر میشه. کاری که انجام میدم تا 50%. چه کاری خوب تایپ کنیم. تا 50% زوم رو ادامه میدم و در نهایت روی کی فریم ها بیزیر اعمال میکنم که اسموتر و روونتر باشه. حالا برمیگردم روی در واقع فریم ابتدایی و ویدیو رو پلی میکنم. همونطوری که میبینید کاملا اسموت داره میره عقب، منتها لگی که وجود داره به خاطر کارت گرافیکیه که الان من دارم استفاده میکنم. یک بار دیگه پلیش میکنم، میبینید کاملا اسموت، انگار که شما دارید از روی شم زوم آوت میکنید. حالا موضوع دیگه‌ای که وجود داره اینه که گفتم دو تا نکته باید رعایت بکنید. نکته اول این بودش که در واقع اسکیل فوتیج رو 4K بگیرید یا بیشتر از اسکیل ویدیویی بگیرید که در نهایت میخواید ازش رندر بگیرید. به طور مثال اگر من میخوام رندرم رو فول اچ دی 1080 بگیرم،
میام فوتیجی که دارم ضبط میکنم از سوژه رو 4K میگیرم، یا اگر میخوام مثلا رندرم رو 720 بگیرم میام سوژه که دارم فوتیج ازش ضبط میکنم رو مثلا Full HD میگیرم. این نکته اول بود. و اینکه حاشیه سوژه‌ام رو حفظ میکنم که در زمان زوم اوت شدن یا زوم این شدن یک حاشیه‌ای وجود داشته باشه که یه وقت موقعی که دارم در واقع افکت اعمال میکنم ویدیوم کوچیکتر از سکانسم نشه. این نکته اول. و نکته دومی که باید حتما رعایت بکنید اینه که سوژه هایی وجود دارن که ثابت هستن، به عنوان مثال یه چاقو، به عنوان مثال یه آبجکتی که شما مثلا میخواید آنباکسش بکنید، یه دیوایس، به خودی خود اینا تکون نمیخورن. میتونید حتی یه شات عکس بگیرید تو در واقع سایز 4K، اون عکس رو بردارید بیارید توی پریمیر پرو و روش اعمال افکت بکنید، سوژه ثابته، تکون نمیخوره، مجبور نیستی ازش فیلم بگیری. اینکه اینجا من فیلم گرفتم به خاطر که شعله شمع من تکون میخوره و بنابراین اگر این کار رو انجام بدم تصویری که در واقع دارم زوم میکنم کاملا خشک و بیروحه، همه متوجه میشن که در واقع من یه افکت رو یه دونه عکس پیاده کردم. و اگر فیلم نباشه زوم آوت دیگه روش معنی نداره. ولی مواقعی وجود داره که در واقع سوژه شما متحرکه، مثلا شما یک فیلم برداری اوت دور کردید، تکون خوردن مثلا در واقع چطور بگم چیزایی که تو طبیعت وجود دارن مثل برگ درخت ها، یه آتیشی روشن کردید تو طبیعت، خب شعله آتیش تکون میخوره، اونجا دیگه شما نمیتونی عکس بندازی بعد عکس رو بیاری تو پریمیر پرو زوم آوت کنی، دیگه لطفی نداره. ولی زمانی که مثلا یه سوژه ثابت وجود داره چه بهتر که اصلا ازش یه دونه عکس بگیری. این خیلی کمک میکنه در واقع توی اعمال افکت ها و اینکه در نهایت ریزالت کاری که شما انجام میدید کاملا چشم نواز هستش. حالا بریم سراغ افکت بعدی که میخوام پیاده کنیم. من روی همین ویدیو دوباره رایت کلیک میکنم، ریموو اتریبیوت میکنم و میرم سراغ پیاده کردن یه افکت دیگه. حالا این بار میخوام در واقع دوربینم رو روی سوژه بچرخونم، یعنی شمع رو شما ببینید و دوربین در واقع میخواد روی سوژه کاملا بچرخه، یعنی اینطور به نظر برسه که در واقع تصویر بردار داره دوربین خودش رو روی تصویر روی سوژه روتیت میکنه. برای این کار کاری که انجام میدم میام اسکیل ویدیوم رو حدودا 90 میگیرم، میام ابتدای ویدیو، توی همین تب افکت کنترل از پنجره پروژکت گزینه روتیشن میام روی روتیشن روش اعمال میکنم، مثلا اینقدر این زاویه، یکی فریم اضافه میکنم و ابتدای ویدیو دوباره یکی فریم هم روی اسکیل میدم که همچنانی که در واقع داره دوربین روی تصویر تکون میخوره زوم همزمان هم انجام بشه، که واقعا حتی با وجود در واقع استابلایزرهای دوربین و گیمبال ها خود همین کار رو انجام دادن که همزمان هم شما در واقع تصویر رو بچرخونی هم زوم آوت کنی، همون جوریش هم در واقع روی دست با دوربین های حرفه‌ای کار مشکلی هستش. خب این فریم اوله، من سیکونس رو پلی میکنم تا انتهای سیکونس. خب حالا میام روتیشنم رو برمیگردونم، زومم رو هم صد درصد، ولی کاملا حفظ میکنم که توی چرخش تصویر من، چون تصویر من مستطیله، توی گوشه های تصویر اصلی و سیکونسی که در نظر گرفتم کات ایجاد نشه. یک بار ویدیو رو میارم ابتدا و چک میکنم
خب همونطور که دارید میبینید هم زوم از 90 درصد داره میره سمت 100 درصد توی ابعاد اسکیل ویدیو، و همین که در واقع روتیشن داره انجام میشه. من یک بار دیگه ویدیو رو پلی میکنم. کاملا همونطور که میبینید اسمود تکونهای شعله شمع رو هم دارید همونطور که میبینید، و زومی که در واقع اون تغییر اسکیلی که از 90 درصد به 100 درصد من روی در واقع سیکونس اعمال میکنم کاملا همه چیز رو در واقع طبیعی جلوه میده. حالا وقتی که شما یه کالر هم در واقع روی سیکونستون اعمال میکنید خیلی چشم نوازتر میشه. مرسی، مبحث شیرینی بود برای من، هم آموزشش و هم یادگیریش، به خاطر اینکه همیشه من دنبال این بودم که ویدیوهایی که میگیرم بتونم ببرمشون تو قالب حرفه‌ای تر، چالا چه با دوربین حرفه‌ای چه با موبایل، معمولا فوتیجی که بیرون از خونه گرفته میشه یا داخل خونه گرفته میشه نیاز به این داره که در واقع روش کار بشه، مگر اینکه شما کلن از دوربین مثلا فول فریم 45 مگاپیکسل سونی استفاده بکنی با استابلایزر مثلا فلان مدل که بتونی موقعی گرفتن فوتیج رو حرفه‌ای بگیری، وگرنه با تجهیزاتی که خب معمولا توی دست ما هستش مجبور هستیم که بلد باشیم چطوری فوتیجام رو توی پریمیر پرو یا توی افتر افکت در واقع قالب سینماتیک یا حرفه‌ای بهش بدیم. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. ازتون میخوام چنل من رو حمایت بکنید، دکمه سابسکرایب رو حتما فشار بدید و مطمئن بشید که سابسکرایب شده، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید.